Hello everyone, how are you doing today? I hope you're all doing great. Welcome to another episode of Learning English with Movies. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال همتون مثل همیشه خوب باشه. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از یادگیری زبان با فیلم. امروز هم طبق روتین همیشه قراره که تعداد ویدیو رو با هم بررسی کنیم و توش اکسپرشن ها، لغات و یه سری قواعد رو یاد بگیریم. امروز لغات باحالی قرار با هم یاد بگیریم. پس همراه من باشید و لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. و اگه ویدیو رو دوست داشتید تو کامنت ها لطفا به ما انرژی بدید. So without further ado, let's go. Okay guys, let's get to the first one. And my last glimpse of anything. And my last glimpse of anything. And my last glimpse of anything. چی شنیدید دوستان؟ چندلر چی گفتش تو سریال فرندز؟ And my last glimpse of anything. And my last glimpse of anything. The word that we're gonna learn here is glimpse. لغتی که اینجا میخوام یاد بگیریم glimpse. این لغت خیلی تلفظی خنده‌دار ولی معنی باحالی داره. Glimpse means to have a short look. Okay, to take a short look به معنی اینه که شما یه نگاه خیلی کوتاه و جزئی به یه چیزی نگاه بندازید. بتونید مثلا یه نیم نگاهی به یه چیزی انداختن، یه نگاه کوتاهی. یا مثلا شما میخوای بگی که آقا من فرصت نکردم بشین وقت بذارم بشینم همشو ببینم، ولی یه جزئی که نگاه کردم خیلی خوشم اومد. خب اینجا از کلمه گلیمس استفاده میکنن. بریم یه مثال داشته باشیم. For example, he didn't mean to pick, but he got a glimpse of his birthday present when his wife tried to sneak it to the house. He didn't mean to pick. میگه که قصد نداشت نگاه کنه. پیک به چه معنیه؟ توی بازی‌های آنلاین خیلی استفاده میشه. میگن پیک نکن، پیک نکن. تو شوتینگ ها مثلا پشت دیوار که وایستادی، یه نفر هدفتو گرفته، مثلا تفنگ دورزن یا اسنایپر هدف گرفته، هی بهت میگم پیک نکن. پیک یعنی که اینجوری نرو نگاه کن، یه لحظه بیا چون ممکنه بزنتت. خب don't pick یعنی که نگاه لحظه‌ای نکن. خب اینا میگه قصد نداشت پیک کنه، یعنی قصد نداشت نگاه کنه. But he got a glimpse یعنی که یه لحظه نگاهش افتاد، یه نگاه کوتاهی افتاد. He got a glimpse on his birthday present روی به کادوی تولدش یه نگاهی افتاد وقتی که همسرش تلاش کرد که کادوشو مخفیانه بیاره تو خونه. اسنیک یعنی که یه چیزی رو شما مخفیانه بیاری جایی. He didn't mean to pick, but he got a glimpse of his birthday present when his wife tried to sneak it into the house. پس چی شد؟ اون قصد نداشت که نگاه کنه، قصد نداشت که ببینه همسرش چه کادوی گرفته، ولی تصادفی یه نگاه کوتاهی داشت. He got a glimpse میتونی هم از got استفاده کنی، هم از took استفاده کنی. اوکی؟ took a glimpse. و چیز جالبی که هست این که قبلش یه ای آورده، یعنی که یک نگاه جزئی. He got a glimpse of his birthday present when his wife tried to sneak it into the house. Sneak something into the house یعنی که یه چیزی رو مخفیانه بیاری تو خونه که کسی نفهمه. یا اصلا میگی تو مخفیانه اومدی تو خونه من. You sneaked in. اوکی؟ مثلا یکی از پنجره، تو فیلم‌های خارجی دیارو از پنجره میاد بالا. He's sneaking in یعنی که داره دزدکی و مخفیانه و بی سر و صدا میاد داخل. I had a glimpse into the past. And my last glimpse of anything. To catch a glimpse of young. All right, let's get to the next one. This doesn't make any sense. What we just heard, guys. چی شنیدید دوستان؟ Doesn't make any sense or it doesn't make any sense. چیزی که اینجا میخوام یاد بگیریم، when something doesn't make any sense. What does it mean? وقتی یه چیزی doesn't make sense any sense میکنه یعنی چی؟ یعنی که با عقل جور در نمیاد، اصلا معنا مفهومی نداره، نمیتونه درست باشه. یه چیزی رو میبینی میگی که آقا این اصلا با عقل جور در نمیاد. It doesn't make any sense. It's not true. It doesn't make. It can't be true. نمیتونه واقعیت داشته باشه. Because it doesn't make any sense. یه کسی یه پیشنهاد یه کاری میده، میخوای بگی که با عقل جودن نخواهد اومد. It won't make any sense. اینکه ما اگه این کارو کنیم نامعقوله، با عقل جودن نمیاد. یکی بفهمه تعجب میکنه. یه کسی یه چیزی میگه، یه کاری میکنه، یا مثلا دوتا مدرک رو برداشتی میبینی اصلا اینا به هم نمیخورن.
doesn't make any sense. این که اصلا به دلیلی نیست، چیز منطقی وجود ندارد، ربطی به هم ندارن. خب so doesn't make any sense یعنی که ربطی نداره یا مثلا اصلا با عقل جور در نمیاد، نمیتونه درست باشه. Doesn't make any sense, doesn't it? Doesn't make any sense. That doesn't make any sense. Doesn't make any sense. Okay guys, let's get to the next one. Don't make me beg. Don't make me beg. Don't make me beg. چی شنیدی دوستان؟ چیزی که شنید گفته شد این بود. Don't make me beg. Don't make me beg. ساختاری که اینجا میخواییم یاد بگیریم. Make someone. Don't make me. Don't make him. Don't make her. وقتی که شما میخوایی بگی که مثلا مجبورم نکن التماس کنم. خب مجبورم نکن واقعیتو بگم. اینا رو چجوری باید بگیم؟ از make باید استفاده کنی. Don't make me tell the truth. Don't make me beg. حالا این میتونه معنی چیزی هم داشته باشه. مثلا میخوای بگی که منو گریه نیار. اوکی؟ یه کار نکن گریه کنم دیگه. منو گریه هم نیار. Don't make me cry. این به این معنی نیست که مجبورم نکن گریه کنم. این که گریه هم نیار. خب؟ مثلا منو ناراحت و غمگین نکن. Don't make me sad please. این اینجا نیست، به این معنی نیست که مجبورم نکن ناراحت بشم. ولی مثلا میگی don't make me beg، بستگی به فعلت داره. یعنی که مجبورم نکن التماس کنم. منو به التماس نیار. Don't make me cry، منو به گریه نیار. Don't make me tell the truth، منو مجبور نکن که واقعیتو بگم. So making someone یعنی که مجبور کردن کسی، بعدش اون فعلی که میاری و به انجام اون کاره. اوکی؟ Don't make me choose. Don't make me leave. Don't make me beg. Don't make me nervous. Okay, let's get to the next one. Easier said than done. Easier said than done. Easier said than done. چی شنیدید دوستان؟ یه دونه اکسپرشن خیلی باحال اینجا داریم با هم. Easier said than done. Easier said than done. به چه معنیه؟ معادل فارسیش اینه. گفتنش راحت تر از عمل کردنشه. میگی راحته ولی موقع عمل سخته. حرف زدن راحته، عمل کردن سخته. کسی یه پیشنهادی بهت میده، خواهی بگی آقا گفتنش راحته، عمل کردنش سخته. Easier said than done. حالا شاید شما بگی این چه ساختاریه، چرا اینجوریه؟ این اصل جملهش این بوده. It is easier to be said than to be done. خب It is easier to be said than to be done. علاوه کامل قواعدی. حالا اینجا میاد خیلی چیزا حذف میشه. دیگه وقتی میخواد اکسپرشنی استفاده شه، یارو نمیتونه این همه رو بگه که. میاد ایریز رو حذف میکنه، فقط ایزیر رو نگه میداره. ایزیر تو بی سد، تو بی هم حذف میکنه. ایزیر سد دن تو بی دان، اون تو بی هم ور میداره. ایزیر سد دن دان. تو شاید بگی آقا اینجا چرا فعلای گذشته هست، اصلا این چه ساختاری ساخته شده؟ توی محاوره هاشون خیلی میشکنن قواعدو. خب دیگه نمیتونه طرف بیاد بگه ایریز ایزیر تو بی سد دن تو بی دان، ایزیر سرن دان. خب easier said than done، سری میگه شما نمیفهمید. easier said than done یعنی که گفتنش خیلی راحت تر از انجام دادنشه. عمل کن ببینیم، فقط حرف نزن. اینجوری هم میتونی بشی، تو فقط ارد میدی همش حرف میزنی، انجام بده، عمل کن. easier said than done. I can't, that's easier said than done. Sometimes that's easier said than done. It's easier said than done, honey. Easier said than done. All right guys, let's get to the next one. I don't blame you. I blame myself. I don't blame you. I blame myself. I don't blame you. I blame myself. What we just heard, guys. چی شنیدیم دوستان؟ I don't blame you. I blame myself. I don't blame you. I blame myself. The word that we're gonna learn here is blame. لغت که میخوایم یاد بگیریم blame بچه. Blame means when you say that someone has done something wrong. Okay? وقتی میگی یه نفر یه کار اشتباهی انجام داده، پس میشه سرزنش کردن. Blaming someone یعنی که سرزنش کردن. اینجا هم داره میگه don't blame, I don't blame you, I blame myself. من تو رو سرزنش نمی کنم، خودم رو سرزنش می کنم. حالا مثلا میخوای بگی که آقا منو سرزنش نکن به خاطر این کار. Don't blame me. منو سرزنش نکن، یعنی من مقصر نیستم. For example, don't blame me if you miss the bus. Don't blame me if you miss the bus. میگه منو سرزنش نکن اگه اتوبوس رو از دست میدی. من مقصر من نیستم، خودت دیر پا میشی یا مثلا نظم نداری، دیر حرکت میکنی، دیر آماده میشی. Don't blame me. Okay؟ گذشته هم میتونی استفاده کنی. He blamed me for that mistake. He
He blamed me for that accident. اون برای اون اتفاق منو سرزنش کرد. خب Why do you blame me? چرا منو سرزنش میکنی؟ There is no one to blame. اینم خیلی استفاده میشه. There is no one to blame. هیچ کس نیست که بخوایم سرزنش کنیم. اینجا کسی مقصر نیست. خب وقتی میخوای بگی آقا اصلا کسی مقصر نیست اینجا. اینو ما تو فارسی خیلی استفاده میکنیم. خب این چجوری باید بگی؟ There is no one to blame. یعنی کسی واسه سرزنش کردن نیست. یعنی مقصر اینجا کسی نیست. بین ما کسی دارن همدیگه رو نقد میکنن. آقا مقصر توی مقصر توی تو هم به عنوان سرگروه میخوای بگی guys there is no one to blame. کسی نیست بخوایم سرزنش کنیم. یعنی کسی مقصر نیست. If you must blame someone, blame me. I don't blame you. I blame myself. You! I blame you, Archer. I blame you. But don't blame me. I blame. All right, now let's get to the next one. I must confess. I must confess. I must confess. چی شنیدی دوستان؟ I must confess. I must confess. Confess به چه معنیه؟ به معنی اعتراف کردن. یه لغت فوق العاده قشنگ. خب؟ I must confess. مثلا میگی که he confessed. اون اعتراف کرد. He confessed all of his crimes. تمام جرمهاشو اعتراف کرد. خب؟ بریم یه مثال داشته باشیم. دو تا مثال داشته باشیم. For example, she confessed to her husband that she had sold her wedding ring. She confessed to her husband. میگه که اون به همسرش اعتراف کرد that she had sold که حلقه ازدواجشون رو فروخته بود. اینجا ماضی بعید داره استفاده میکنه. Past perfect. She had sold her wedding ring. حلقه ازدواجش رو فروخته بود. اعتراف کرد که آره من فروختم. گم نکرده بودم. فروخته بودم. خب حالا فرض کن میخوای بگی که من یه اعترافی دارم که میخوام بکنم. یعنی اینکه اعتراف رو به عنوان فعل استفاده نکنی، به عنوان یه اسم استفاده کنی. اسمش میشه confession. For example, I have a confession to make. اعتراف کردن رو اگه به عنوان فعل استفاده نکنی، خود فعلش میشه اعتراف کردن. I confess، اعتراف میکنم. ولی وقتی اسمش بکنی باید یه دونه فعل بیاری که انجامش بده دیگه. فعل انجام دادن confess میشه make. خب پس وقتی میخوای بگی من یک اعترافی دارم که میخوام بکنم، I have a confession to make. از make باید استفاده کنی. I have a confession to make. I have lost the book you lent me. من یه اعترافی دارم که باید بکنم. من اون کتابی که تو به من قرض داده بودی رو گم کردم. I have lost the book you lent me. So I have a confession to make or I want to confess something. I have lost your book. I have lost the book you lent me. Okay? Okay. I confess. Confess your sins. I must confess. بریم سراغ ویدئوی بعدی. It frightens you? It frightens you? It frightens you? چی شنیدی دوستان؟ It frightens you. It frightens you. The word that we're going to learn here is frighten. Frighten means to make someone fear. فعل بچه. Frighten به معنای ترسوندنه. Make someone fear. It frightens me. منو میترسونه. It frightened me. منو ترسون. Don't frighten me. منو نترسون. For example, he frightens me when he drives so fast. He frightens me when he drives so fast. اون منو میترسونه وقتی که خیلی سریع رانندگی میکنه. He frightens me when he drives so fast. پس frighten به معنای ترسوندنه. Adrian, and it frightens me because there's one thing that... Well, that frightens me. And Mozart frightens me. بریم سراغ ویدئوی بعدی. Progress is a double-edged sword. Progress is a double-edged sword. Progress is a double-edged sword. چی شنیدی دوستان؟ یه اصطلاح فوق‌العاده. Progress is a double-edged sword. Progress is a double-edged sword. خیلی اصطلاح باحالیه این. Double-edged sword. Double یعنی که یه چیزی که دوتایی باشه. خب؟ Double. Double-edged. Edged یعنی لبه. لبه. Double-edged sword یعنی که شمشیر دو لبه. خب؟ میگه پیشرفت کردن. Progress is a double-edged sword. یه شمشیر دو لبه است، یعنی که هم میتونه به خودت آسیب بزنه، هم تو به دیگران آسیب بزنه. یعنی هم میتونه باعث پیشرفتت بشه، هم میتونه باعث پسرفتت بشه. خب For example, trust is a double-edged sword. Relationships are double-edged sword. شما وقتی میخوای حالا حرفی بزنی، میخوای بگی یه شمشیر دو لبه است، یعنی که هم میتونه باعث آسیب به خودت بشه،
هم میتونه واسه آسیب به دیگران، آسیب به دیگران که واسه پیشرفتت بشه. خب توی جنگی دیگه یا میکشی یا خودتو میزنی. So it's a double-edged sword. همین جوری هم استفاده میشه. Double-edged sword. Kind of a double-edged sword, isn't it? That double-edged sword just swinging around. Progress is a double-edged sword. New vibe is a double-edged sword. All right, now let's get to the next one. So, where's the fugitive? So, where's the fugitive? So, where's the fugitive? What we just heard, guys? Where is the fugitive? Where is the fugitive? The word that we're gonna learn here is fugitive. لغتی که میخوایم یاد بگیریم fugitive بچه. Where is the fugitive? Fugitive به معنی کسیه که فراریه و پلیس دنبالشه. خب فراری. کسی که فراری. حالا ما یه دونه fugitive داریم، یه دونه wanted داریم. فرق اینا چیه؟ Wanted دوزش میره بالاتر. Wanted در حال حاضر fugitive هست، ولی انقدر خلافکار، انقدر آدم خطرناکیه که روش شرط میذارن. میگن آقا این آدمو اگه زنده تحویل بدید انقدر پول میگیرید. رو سرش شرط میذارن. آقا میگن آقا اون رو سرش شرط گذاشتن. اگه پیداش کنید مثلا لو بدید مثلا 500 میلیون بهت میدن. He is a wanted man. یه آدمیه که میخوانش. Wanted به این معنیه کسی که رو سرش شرط بندی میشه و دیگه دوزش فیوجیتیو هم بالاتره. فیوجیتیو فقط پلیس دنبالشه. وقتی wanted میشه یعنی مردم هم میتونن پیداش کنن و یه سودی ببرن، جایزه بگیرن. اینجا هم داره میگه که where is the fugitive؟ فراری کجاست؟ We are looking for the fugitive. ما دنبال fugitive میگردیم، فراری میکردیم. Have you found the fugitive؟ fugitive رو پیدا کردی؟ نه. You're a fugitive, all right? Fugitive from justice. Find him. So, where is the fugitive? Great. Now I'm a fugitive. بریم سراغ ویدئوی بعدی. Struggling is pointless. Struggling is pointless. Struggling is pointless. چی شنیدی دوستان؟ Struggling is pointless. Struggling is pointless. لغتی که میخوایم یاد بگیریم struggle یعنی که تلاش کردن زیاد، دست و پنجه نرم کردن با یه چیزی. For example you say life is a struggle. دیگه نمیگن life is a try. خب برای اینکه قشنگ بشه میگن life is a struggle، یعنی که life is always struggling or life is a struggle، یعنی که زندگی همش تلاش کردنه، همش باید دائم تلاش کنیم. یا برای مثال I've been struggling to understand this article all afternoon، میگه که من داشتم تلاش میکردم. I've been struggling در حال تلاش بودم تا بفهمم این مقاله رو، to understand this article all afternoon، تمام بعد از ظهر. میتونی بگی I've been trying، فرقی نمیکنه. I've been struggling. قشنگتره دیگه، من دیگه فارسی من داره لهجه میگیره، قشنگتره. اوکی و بریم سراغ ویدئوی آخر برای امروز. Well, trust is a two-way street. چی شنیدی دوستان؟ Well, trust is a two-way street, man. Trust is a two-way street. اینجا هم یه اکسپرشن فوق‌العاده میخوایم یاد بگیریم. دابل اج سورد رو با هم یاد گرفتیم، شمشیر دولبه. تو وی استریت یعنی خیابون دو طرفه. تو وی استریت. حالا داریم میگه تراست ایز ا تو وی استریت، این به چه معنیه؟ یعنی که اعتماد کردن یه چیز متقابله، یه چیز دو طرفه است. من موقعی که به تو اعتماد میکنم تو هم باید به من اعتماد کنی. یا مثلا میگن relationships are two way street، رابطه ها تو وی استریت، یعنی اگه به کسی محبت میکنی باید طرف هم برات وقت بذاره، بهت محبت کنه، یه چیز متقابله. تو میخوای بگی آقا it's a two way street، یعنی که اونم باید مایه بذاره، یه چیز متقابله، طرف هم باید یه کاری انجام بده. برای مثال respect is a two way street، you have to give it if you expect to receive it. Respect is a two way street، you have to give it if you expect to receive it. میگه که احترام، respect is a two way street، یه چیز متقابله، یه جاده دو طرفه است. You have to give it، باید بدی، یعنی که باید احترام بذاری، give respect if you expect to receive it، اگه انتظار داری که دریافت کنی، اگه انتظار داری که بقیه بهت احترام بذارن تو هم باید بهشون احترام بذاری. So it's a two way street، یه چیز دو طرفه، چیز متقابله. Remember, communication is a two way street. Well, trust is a two way street. It's a two way street, you know? That's a two way street, Elsa. Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان ویدیو امروز رسیدیم. امیدوارم که لغات و اصطلاحات باحالی رو یاد گرفته باشید.
اینا دیگه بهتون بگم که هر فیلمی ببینید، من بهتون قول میدم هر فیلمی الان ببینید حداقل دو سه تا از اینا توش هست، یعنی خیلی استفاده میشه. قصد ما هم از این روش تدریس همینه که لیسنینگ شما رو تقویت کنیم، فردا این لغاتو که شنیدید براتون آشنا باشه. بازم ممنون که ویدیو رو تماشا کردید، اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها به ما انرژی بدید لطفاً. بازم یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو به اشتراک بذارید، لایک و کامنت هم یادتون نره و مراقب خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید. تا ویدیوی بعدی، تیک کیر.